آغاز 752 اوکراین، 40 روز بعد و ده‌ها سوال بی جواب. بحث توافق آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت در کنفرانس امنیتی مونیخ، دولت افغانستان با احتیاط استقبال کرده. و برای پرندگان مهاجر ایران خبری از مهمان نوازی نیست، بازار پرندگان فریدون کنار در قبضه مافیای شکار. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بیش از 40 روز پیش دو موشک قلب آسمان پایتخت ایران را شکافتند و بر پیکر هواپیمایی مسافربری نشستند. نقطه شروع خلق یک رسوایی بعد از یک فاجعه. از همان لحظاتی که مرگ 176 نفر محرز شد، یک سوال اساسی بارها و بارها پرسیده شد. چرا حریم هوایی ایران را نبستند؟ سپاه پاسداران میگوید که اشتباه گرفتن این هواپیما با یک موشک کروز خطایی انسانی بود. حتی اگر چنین باشد، آیا می‌خواستند با بازگذاشتن آسمان ایران روی پروازها از سرنشینان هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند، آن هم در شرایطی جنگی و پرخطر؟ از شیوه اطلاع رسانی حکومت تا موضوع انتقال جعبه سیاه و برخورد با اجساد قربانیان و بازماندگان آنها، همه ابعادی پرماجرا یافته. در 40 روز اخیر بر بازماندگان چه گذشته؟ کار رسیدگی به پرونده به کجا رسیده؟ جزئیات بیشتر از نعیمه نامجو. چرا این هواپیما از روزی که سقوط کرد تا امروز هر روز داره توی خونه ما سقوط میکنه؟ تو خونه این تک تک آدمایی که باقی موندن، خانواده‌ای که باقی موندن، من فکر میکنم هر روز این هواپیما داره تو خونهشون سقوط میکنه. این بچه‌ها هر روز کشته میشن. 40 روز است که با این سوال، این احساسات گنگ دست به گریبان است. توکان نیستانی کاریکاتوریستی شناخته شده است، اما برای شادی که در پرواز 752 از دست داد چیزی نمیتواند بکشد. نمیتونم واقعا، یعنی هیچ چیزی، هیچ تک فریمی به نظر من نمیتونه حس من و حال من و اتفاقی که افتاد و اینا رو توضیح بده. نه، من برای شادی چی نمیتونم بگم. شادی نامزد پسرش نیما بود. مصاحبه‌ای که برای نیما غیر ممکن است را توکا انجام میدهد. خاطره تصویری از شادی، چشمای قشنگش بود و صورت بازش. سه سال بود که وارد خانواده ما شده بود. تقریبا منتظر بودیم که همین روزا و ماها ازدواج بکنن با هم دیگه. شادی جمشیدی یکی از 176 نفر بود. هواپیما آتیش گرفته. سرنشینان و خدمی پروازی که ساعت 6:12 صبح از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز کرد، اما هرگز به زمین ننشست. خدای خود کمک کن. بوئینگ 737 اوکراین کمتر از 7 دقیقه بعد از رادار محو شد. این اولین تصاویری بود که منتشر شد. در تاریکی گستره شعله ها محوطه ای را نشان می دهد که لاشه هواپیما در آن پراکنده شده. این آتش یه چیزی بوده بیش از یه دقیقه رو هواپیما بوده، یعنی داشتن آتش نگاه میکنن تو اون ارتفاع و اگر موشک به هواپیما بخوره هواپیما منهدم بشه. اما نه با روشن شدن هوا، که با چند روز فشار بین المللی بود که علت حادثه معلوم شد. هواپیما از نزدیک یک منطقه نظامی رد می شده و ممکنه کسی اشتباه کرده باشه. شواهد نشون میده که هواپیما به وسیله موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. البته ممکنه این حادثه غیر عمدی بوده باشه. مأموران
مقام های ایران بعد از چند روز تفره رفتن و اعلام دلایل مختلف برای سقوط، بالاخره به هدف قرار گرفتن اشتباهی هواپیما با موشک پدافند اعتراف کردند. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه بودن کاملا قرنطینه کردن، یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم. ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی میخواست کتمان بکنه، بلکه روال همینه که ستاد کل باید این رو بررسی کنه. حوادث بامداد چهارشنبه سریع اتفاق افتاده بود. پرواز تنها دقایقی طول کشید و بعد از شلیک موشک اول پدافند، موشک دوم هم شلیک شده بود. خانواده ها در بهت و ناباوری و فضای جامعه سنگین بود. اما هرچه از حادثه می گذرد به نظر می آید که سرعت همکاری ایران با جامعه بین المللی کمتر می شود. اینجا مونیخ است. در حاشیه اجلاس امنیتی، وزرای خارجه کشورهایی که شهروندانشان قربانی این حادثه شده اند از ایران می‌خواهند جعبه های سیاه را به کشوری بفرستد که توانایی استخراج اطلاعات آن را دارد. در حال باز شدن هست در سازمان. سوال اینجاست که چه حلقه ای از زنجیر معمای این حادثه هنوز مفقود است و دلیل تعلل ایران برای ارسال جعبه های سیاه چیست؟ از فیلیپ بام، استاد دانشگاه و کارشناس امنیت پرواز دعوت کردم تا به این سوال پاسخ دهد. او میگوید ایران حق رهبری تحقیقات را دارد، اما باید با کشورهای دیگر همکاری کامل داشته باشد. چرا جعبه های سیاه رو تحویل نمیدن؟ شاید به دلایل سیاسی، اما شاید چیزی هم برای مخفی کردن باشه. وقتی که دسترسی به جعبه های سیاه داشته باشیم، به دو بخش اطلاعات دسترسی پیدا میکنیم. اطلاعات پرواز شامل سرعت و ارتفاع و شرایط همه اجزای هواپیما در زمانی که موشک با اون برخورد کرد. همینطور صدای کابین خلبان رو خواهیم داشت. صدای اونچه در ثانیه‌ها و لحظات قبل از حمله گفته شده بود. با تحویل جعبه‌های سیاه تضمینی نیست که اطلاعات فقط در اختیار ایران قرار بگیره. با جامعه بین‌المللی به اشتراک گذاشته میشه و ممکنه برای رژیم ایران مایه شرمساری باشه. اما وزیر خارجه ایران پاسخ شفافی برای عدم ارسال جعبه های سیاه ندارد. چرا اونها امکانات خواندن جعبه سیاه را به ما نمیدهند؟ آیا چیزی در اون جعبه سیاه هست که نمیخواهند ما بدانیم؟ این سوال مهمی است. محتوای جعبه سیاه تنها یکی از حلقه های گمشده این تحقیقات است. توضیحات درباره خطای انسانی و اشتباه خدمه پدافند تا به اینجا بسیاری را قانع نکرده. در این موقعیت خاص و این اتفاقی که دربارش حرف میزنیم، سیستم پدافند SA-15 از سیستم رادار نظامی استفاده میکنه و همینطور سیستم های دیگری هم داره. برای همین بسیار پرطرفدار است. اما کارشناسانی که من با آنها صحبت کردم میگویند حتی مهمتر از دلیل اشتباهی یکی از خدمه پدافند پاسخ به این سوال است که چرا آسمان ایران آن شب به روی پروازها بسته نشده بود. حتی امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که درخواستهایی از طرف کارکنان پدافند برای بستن آسمان ایران بوده. آن هم درست بعد از آنکه ایران پایگاه آمریکایی‌ها در عراق را هدف قرار گرفته بود و هر لحظه انتظار تلافی داشت. مطمئنا معتقدم که ایران مسئول بوده برای اینکه آسمونش رو نبسته. اونها میدونستن که میخوان به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنن. اونها میدونستن که احتمال اقدام تلافی جویانه از طرف آمریکایی‌ها وجود داشته. وظیفه اونها بوده که آسمانشون رو به روی پروازها ببندن. فکر نمی‌کنم این خطای انسانی بوده. ممکنه خطای انسانی بوده به وسیله کسی که دکمه رو فشار داده، اما شرایطی که در اون حمله رخ داده خطای انسانی نبوده.
این روزها که دنیا کوچک شده، غم سقوط یک هواپیما پشت مرزهای یک کشور نمی‌ماند. در هواپیمایی که نزدیکی تهران سقوط کرد، شهروندان ایرانی، افغان، کانادایی، بریتانیایی، سوئدی و آلمانی بودند و البته خدمه پرواز هم که اوکراینی. کریستینا الکساندروویچ آلبوم عکس‌هایش با ایگور ماتکوف را ورق می‌زند و خاطرات گذشته را مرور می‌کند. همسر سابقش که برایش دوستی بسیار صمیمی بود. ایگور یکی از خدمه پرواز بود که به تازگی گواهی خلبانی گرفته بود و دنیایش پرواز در آسمان ها بود. اما رفتنش دنیای کریستینا را زیر رو کرد. تو قلب من بود. هنوزم هست. احساس میکنم وجودم خالی شده. احساس میکنم بخشی از من همراه او کشته شده. شاید همچین حرفی غیر قابل باور باشه، اما واقعا احساس میکنم من همراه او کشته شدم و وجودم خالی شده. کریستینا میگوید ایگور نمیخواسته درست زمانی که همه نگران راه افتادن جنگی در خاورمیانه بودند به ایران سفر کند. میگفت نمیخوام برم اونجا، همش جلوی چشممه. درباره تهران یه جوری حرف میزد انگار رفتن به اونجا خارج از اختیارش بود. خیلی نگران بود. این حرفا رو 5 ژانویه میزد. این تصاویر تشییع ایگور و همکارانش در اوکراین است. اما تشییع و خاکسپاری قربانیان در ایران صدای بعضی خانواده‌های داغدار را بلند کرد. آنها می گفتند حکومت حتی تشییع آنها را هم مصادره کرده و خانواده‌ها را به حال خودشان نمی گذارد. حتی بعضیشان ترجیح دادن به سرعت زمینه انتقال جسد عزیزانشان به خارج را فراهم کنند و مراسم را آنطور که می‌خواستند برگزار کنند. خیلی از خانواده‌ها از ملیت‌های مختلف می‌گویند خواسته اصلیشان معرفی مسئولان اصلی حادثه و پیگیری قضایی است. کشورهای مختلف کمیته‌هایی برای شکایت و تعیین غرامت تعیین کردند. بعضی هم به دادگاهی در کانادا شکایت بردند. دادگاه عرفی یا سیویل کورت اینجا برای رژیم ایران، یعنی در واقع خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر و سرداران سپاه و مؤسسات مربوط به اینا که ما معتقدیم در واقع اینا این جنایت مرتکب شدن شکایت کردیم با توجه به یه بندی از قانون جزایی کانادا و ما این پروسه رو به هر حال الان با تمام جدیت پیگیریم. خب خانواده زیادی در واقع عزیزاشون از دست دادن، بسیار از خانواده به ما ملحق شدن و از همینجا از بقیه خانواده ها میخوام که برای احقاق حق عزیزانشون که حق طبیعی است در این جنایت که در واقع شکایت بشه از عاملان و عاملان جنایت به ما بپیوندن. نزدیک به 40 روز می گذرد، اما حال خانواده ها همچنان قابل توصیف نیست. هر کسی به دنبال راهی برای آرام کردن خودش و دیگران می گردد، اگر راهی باشد. خب بعد از این اتفاق من خیلی دارم می خواست کاری بکنم، نمی دونم چه کاری، طرحی که نمی تونم بکنم. توکانه استانی و گروهی از دوستانش وبسایتی به یاد قربانیان این حادثه راه انداختند و در تلاش برای ساخت بنای یادبودی در کانادا هستند. خیلی دلم می‌خواست که و دلم می‌خواد که بتونیم یه چیزی براشون اینجا توی این شهر بسازیم. یه چیزی که هر چقدر توی ایران کم لطفی شد به این آدم ها و کسی جدی نگرفتشون از مسئولین، از مسببین، از سیاستمدارا، همه دارم میخواد اینجا مردم بتونن جبران بکنن و ما جبران بکنیم با این امید که این اتفاقات شبیه این تکرار نشه، نه در ایران نه در هیچ جای دیگه دنیا.
کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان هفته گذشته برگزار شد. گزارش‌ها از این نشست از عمیق بودن اختلافات در میان کشورهای اروپایی بر سر میزان وابستگی امنیتی و دفاعی به آمریکا حکایت داشت. در مورد لیبی هم صحبت شد، جایی که وزیر خارجه آلمان از نقص تحریم تسلیحاتی طرف‌های درگیر انتقاد کرد. اما افغانستان مورد توجه خاص بود، چون دولت آمریکا و طالبان همچنان به دنبال یافتن راهی برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به صلح پایدار هستند. جزئیات بیشتر از کسری ناجی. در روز سوم و آخر کنفرانس مونیخ، امنیت اروپا در دوران یک جانبه‌گرایی آمریکا موضوع عمده گفتگوها بود. اما نمایندگان کنگره آمریکا هم اصرار داشتند همچنان بر طبل مخالفت با چین بکوبند و معرفی چین به عنوان یک تهدید عمده به صلح و امنیت جهانی. اینجا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رأس گروه بزرگی از نمایندگان هر دو حزب که نشان می‌دهد ضدیت با چین به عنوان استراتژی آمریکا تنها مختص به دولت ترامپ نیست. This is about choosing autocracy over democracy. مسئله انتخاب دیکتاتوری در مقابل دموکراسی در شاهراه اطلاعات، یعنی پلیس رو در جیب مصرف کننده های کشورها بذاریم، چون چین اینطوری عمل میکنه. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در روزهای اخیر اینجا بود، در این هتل به عنوان سخنران و مهمان و دیدارهای زیادی هم داشت. بیشتر درباره توافق صلحی که گفته میشه آمریکا و طالبان به اون نزدیک شدن، توافق صلحی که قراره در روزهای آینده جزئیاتش اعلام بشه، توافق صلحی که معلوم نیست افغانها در افغانستان تا چه حد میتونن به اون امیدوار باشن. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز اینجا از سخنرانان بود و از نگرانیش صحبت کرد، از استراتژی احتمالی طالبان برای استفاده از توافق صلح با آمریکا به قول او مثل اسب تروا که با آن وارد کابل شود و آن را تسخیر کند. او گفت نیاز به آزمایش نیت طالبان است. The critical test is going to be will they. سوال مهم این است که آیا طالبان انتخابات را به عنوان مکانیزم اساسی مراجعه به آرای مردم افغانستان قبول دارند یا هنوز به فتح و ظفر فکر میکنند. اما مسئول سازمانی که مسائل سیاست خارجی و خطرات سیاسی را تحلیل میکند میگوید برای رئیس جمهوری آمریکا مهم دستاورد است که بتواند به انتخاب مجدد او کمک کند. The people that aren't involved in this negotiation are the Afghan government and they're here. کسی که در این مذاکرات شرکت داده نشده دولت افغانستانه که الان اینجاست، یعنی اشرف غنی اینجاست، هیئت افغانستان اینجاست و اینها شرکت داده نشدند. اینها خواستار آتش بستند قبل از اینکه هر نوع مذاکره ای صورت بگیره، که این اتفاق نمیافته. ترامپ میخواد قبل از انتخابات بگه که من به جنگ افغانستان پایان دادم، ولی اصلا براش مهم نیست که بعد از آن در افغانستان چه اتفاقی میفته، همونطور که در مورد سوریه و لیبی هم براش اهمیتی نداشت. منافع آمریکا در این بخش از دنیا رو به کاهشه. این امر در دولت اوباما هم صدق داشت چون یه تغییر ساختاریه، اما ترامپ شدیدا میل داره که بذاره صلح به هر شکلی پیش بره. امروز در حاشیه کنفرانس وزیر خارجه فرانسه به دیدار وزیر خارجه ایران رفت. او در این ملاقات بر لزوم کاهش تنش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد و از کاهش تعهدات ایران به توافق هسته‌ای ابراز نگرانی. او خواهان آزادی اتباع فرانسوی شد که در ایران در وضعیت بدی در زندان هستند به جرم جاسوسی. بعد از مرگ مرموز صدها پرنده در میانکاله مازندران، مسئولان محلی اعلام کردند بازار پرندگان فریدون کنار که در همان منطقه است تعطیل خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و حتی به گفته مسئولان محلی تعدادی از پرنده‌های تلف شده در بازار فریدون کنار فروخته شدند. این بازار سالهاست که به یک کانون اصلی فروش پرنده‌های مهاجری بدل شده که به ایران پرواز می‌کنند و در ابعادی وسیع به صید گروه های شکار در می آیند. با وجود تلاش های فراوان برای مهار صید بی‌رویه پرندگان مهاجر در شمال ایران، شکارچی ها نه تنها مهار نشدند بلکه به صیدهای کلان و سودهای سرشار خود افزودند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. مهاجرت برای پرنده یک راه بقاست برای یافتن غذا و آب و هوای بهتر، یک سفر پرخطر و اغلب بی بازگشت. برای بسیاری گونه های پرنده که به ایران می آیند، سفری پرشتاب به سوی انقراض.
بحث شکار پرندگان نادر هست. گونه‌های ملی و بین‌المللی که اونجا هستن مثل اردک بلوطی، مثل غاز پیشونه سفید بزرگ و کوچیک، مثل زنگوله بال و اینایی که نظیر اینایی که وجود داره، متاسفانه واقعا داره نسلشون از بین میره. یکی از کانون‌های این نسل کشی در جهان اینجا در فریدون کنار است. ابعاد شکار پرنده‌ها در این منطقه مثل دامگاه‌ها و تورهایشان هر سال گسترده‌تر می‌شود. اینجا هست، مرجی مله هست، برزا مله هست، اون برای سخرود هست، سیجارون هست، گل مله هست. اینا شبدون میذارن، نمیذارن که اینا بشینن. کشتار پرنده‌های مهاجر فقط در ایران نیست، اما کشتن 1.5 میلیون پرنده مهاجر تنها در فریدون کنار، آمار این کشتار در ایران را قابل قیاس با کشورهای دیگر خاورمیانه می‌کند. این پرنده‌ها در فریدون کنار خوش شانس‌ترند. گوشت آنها خوردنی نیست. از این رو سر از پارک پرندگان ایلیا در می‌آورند و در اسارت روزگار می‌گذرانند. خبرنگاران و فعالانی که با منطقه آشنا هستند می‌گویند این قبیل باغ‌ها بخشی از همان شبکه‌ای است که سوداگرانش بازار فریدون کنار را می‌چرخانند. چنین است که امسال بازار پرندگان فریدون کنار در کنار بازار ماهی فروشان و در مشاهده قابل تأمل اینجا در کنار پایگاه بسیج فریدون کنار فعالیت می‌کند. کسی داخل بازار پرنده‌ها حق فیلم گرفتن ندارد. امتحانش مجانی است، ولی می‌تواند دردسرساز باشد. نیم نگاهی به داخل بازار فریدون کنار پرده از یک نسل‌کشی برمی‌دارد. یک موزه وحشت از لاشه گونه‌های رو به انقراض. آنچه اینجا می‌گذرد به گفته حقوقدانان غیرقانونی، به گفته دلسوزان غیر اخلاقی و بنا به استفتا از مراجع تقلید شیعه غیر شرعی است. پس استان‌هایی که خیلی قانونمند دارن این صید و برداشت رو انجام میدن، شاید یه عده به این فکر بیفتن که پس ما هم میتونیم تخلف بکنیم. چرا انقدر به خودمون زحمت بدیم؟ چرا بریم طبق قانون عمل بکنیم؟ چرا بریم مجوز بگیریم؟ بعد اینجوری میشه که الان شده که این کج اخلاقی زیست محیطی در مورد صید و شکار پرنده‌ها و مخصوصاً باز بگم صید، راه افتاده به تمام کشور داره رخنه میکنه. فعالان محیط زیست در این منطقه جرأت عرض اندام ندارند و اذعان می‌کنند که یک پارچه نیستند. جمعیت دوستدار طبیعت یا محیط زیست هر کی ساز خودشو میزنه، همه دلشون میخواد خودشون گل بزنن تو دروازه. در نتیجه ما منسجم نیستیم، کارمون هم از پیش نمیاد. گوشت پرنده اینجا با قیمت‌های 200 تا 300 هزار تومانی برای مشتری بی‌خبر عرضه می‌شود. یا مشتری بی تفاوتی که جز به خورشت آلو و اناردون با غاز شکم پر نمی اندیشد. با سودهای میلیونی و میلیاردی برای مافیای قدرتمند شکار. شب هم مهمون دارن بچه های محیط زیستن که با بعضی از محیطبانان منطقه رفاقت دارند که میخوان بیان شب پیششون. من الان غذا رو آماده دارم میکنم. آقای آزادی بزرگم که دوستی ها و دوره همی های خطرناک، خطری بالقوه برای سلامت مردم. این همه ما بحث آمبولانزای فوقات پرندگان رو داریم، حتی خیلی از ماکیان رو مجبور شدن که امها بکنن، ولی از اون ور می‌بینیم که اینا که میتونن خیلی راحت ناقل آمبولانزا باشن چون پرندن سیر مسیر هم دارن سیر میشن و میان در بازار فریدون کنار، رسما داره اونجا به اصطلاح توزیع میشه. پرنده‌ها گاه به اندازه وزن خود در روز حشره می‌خورند، موهبتی که نادیده گرفتنش هزینه دارد. میلیون ها میلیون از این پرنده اینجاست و داره در تمام طی روز حشره صید میکنه. خب این در کنترل آفات چقدر میتونه موثر باشه؟ وقتی پرنده کم میشه، به قول شما حالا نیاد، بعد آفات گیاهی ما سر بر میدارن، بعد ما محصول کشاورزی کمتری داریم، بعد ما باید سم بیشتری تولید بکنیم. تورهای هوایی در کنار انواع و اقسام دام ها و راه های صید موسوم به کرس، گذر و دوماچال، خلاقیت های ذهن بشر برای نبردی طلبکارانه با طبیعت. بابا الان قصرگاه برید، تو برید کشترگاه 50 تا 100 تا گوسفند میگیرن سرش میبرن. این گناه نیست؟ روز هیچی نگن روز 100 تا گاو دارن سرش میبرن. این گناه نیست؟ نگاه کن با بلوش این بسته میشه گردن کنار. شکارچیانی که برای این سوداگران کار میکنند از تشبیه خود به داعش ابایی ندارد. خب؟ آه این الان دیگه میخواد چیکار کنی شما الان؟ الان گردن بزنی باباشون واسه نا الان دوی شدی
چون میگن قتلگاه اونجا هست که داعش حمله میکنه مسلمان ها رو داره میکشه. این پرنده ای که حلال خدا اینو فرستاد، حلال گوشته و ما داریم اقتصاد شهر خودمون و کاسبی امرار معاش زندگیمون رو میچرخونیم، این اونجا قتلگاه نیست، اقتصاد مملکته. سودهای برآمده از صید پرنده های مهاجر یک شبکه بزرگ گردش پول را در فریدون کنار ایجاد کرده، از رأس هرم تا صیاد و فروشنده خرد. من نکنم این آقا میکنه، وقتی این آقا داری میکنه، من اگر نکنم توی روستا توی همرنگ جوان نوشیم طرف میگم مثلا نگاه که مخش معیوبه. اگر یه مدیریت صحیح نشه، یک نظارت دقیق نشه، ما باید شاهد این باشیم که دیگه این گونه های نادر رو در مکانهای خودمون نبینیم. هشداری برآمده از این واقعیت که ایران یک قتلگاه دیگر پرنده های مهاجر و نمونه دیگر از رونق ناپایدار اقتصادی است. سیاوش اردلان، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.